درجه لسه 13 هم به ادامه بحث فیزیولوژی گوش، ما در رابطه به صوت صحبت های خواهیم داشت. قبل از اینکه بحث فیزیک صوت مورد بحث قرار بدیم، خوب است که یک مروری از آنچه در جلسه قبل صحبت کردیم داشته باشیم. در جلسه قبل ما در رابطه به موازنه بحث کردیم، موازنه مورد مطالعه قرار دادیم و گفته شد که خود موازنه شامل دو نوع می باشه، یکی موازنه حرکی بود و یکی موازنه ثابت بود که هر کدام از این موازنه ها به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار دادیم و گفته شد که کدام از در کنترل از این موازنه ها نقش داره یا سهم میگیره. در ادامه در رابطه به خود نستگموس صحبت های داشتیم. نستگموس یا هولر هم مورد مطالعه قرار دادیم و گفته شد که یک حرکت غیر مترقبه که در چشم اتفاق میفته و در جهت افقی هم این حرکت هست و به نام نستگموس یاد میکنه. همچنین در رابطه به ساختمان هایی که در کنترل موازنه نقش داشتن، هر کدام مباحث مفصل داشتیم. در رابطه با لابرینکتومی هم صحبت کردیم که اگر گوشه داخلی در حقیقت توسط عملیات جراحی برداشته بشه چی اختلالاتی در نزد ایمان ها و انسان ها به وجود میاد. بحثی که امروز میخوایم روی صحبت بکنیم فیزیک صوت هست. میخواییم که فیزیک صوت به بحث بگیریم که چیگونه تعریف میشه و از نظر فیزیولوژی چی اهمیتی داره که فیزیولوژی صوت ما بفهم. خود صوت ابتدا باید تعریفی رو ما بفهمیم که چی هست. صوت برای این که صوت انتقال پیدا بکنه باید یک وسط وجود داشته باشه که در اون وسط مولکول ها موجود باشن که در حقیقت از اهتزاز مولکول های موجود در یک وسط هست که صوت به وجود میه. به این دلیل هم هست که صوت در خلا ممکن نیه که اتفاق بیفته، یعنی در خلا صوت ایجاد نمیشه. اگر ما بیایم امواج صوتی مطالعه بکنیم، در وسطی که صوت انتقال پیدا میکنه مولکول هایی که در این وسط قرار دارن در حقیقت دو زون یا دو نیر ایجاد میکنن، یکی به نام زون آف کمپریشن یاد میکنیم، یکی به نام زون آف ریفرکشن یاد میکنیم. حالا میخواییم ببینیم که زون کمپریشن چی هست و زون ریفرکشن چی میباشد. به این تصویر اگر شما دقت بکنیم در اینجا یک منبع صوت رو میبینیم، به اینجا گوش شخص شنونده رو میبینیم. این هم وسطیه که در اینجا امواج صوتی از منبع صوت انتقال پیدا میکنه به طرف گوش شخص شنونده. مولکول هایی که در این وسط قرار گرفتن دو زونه به وجود آوردن، یکی زون کمپریشن. زون کمپریشن عبارت از زونیه یا موقعیتیه که مولکول ها فشورده تر در کنار هم دیگر قرار دارن و یکی دیگه زون ریفرکشنه. ریفرکشن در حقیقت یک زونیه که در این مولکول ها از هم دیگر در فاصله های بیشتر قرار دارن. متوجه شدین؟ بنابراین امواج صوتی زمانی که از منبع صوت انتقال پیدا میکنه مولکول ها به ترتیب در یک ساحه فشار بین از اینا کمه، در یک ساحه دیگه فشار بین مولکول ها بیشترتره، کمپرسترن، در این فضا با فشار بین مولکول ها کمتره، در اینجا فشار زیادتره. ببینید شما انهار اگر ما بیاییم میزان فشار بین مولکول ها از او یک موجی رسم بکنیم، در شروع ریفرکشن زون ریفرکشن که هست در حقیقت میزان فشار بین مولکول ها به حداقل هست
هر قدر که به طرف زون کمپریشن نزدیک میشیم، میزان فشار بین مولکول ها هم چی میشه؟ زیادتر میشه. در قسمت وسط زون کمپریشن فشار بین مولکول ها به حد اکثر میرسه. باز از قسمت مرکزی زون کمپریشن که به طرف زون ریفرکشن میاییم، هر قدر که به این مسافه زون از این قسمت مرکزی زون کمپریشن فاصله میگیریم، فشار بین مولکول‌ها چیکار میشه؟ کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، تا به اینجی بعد حداقل میرسه که اگه ما بیم یه خطی وصل کنیم. به همین خاطر هم هسته که معمولا برای صوت میگم موج صوتی، چون در حقیقت از تراکم مولکول ها فشاری که در مولکول ها در وسطی که صوت انتقال پیدا میکنه، اگر ما یک گرافی رسم بکنیم یک موج نشان میده. به همین خاطر که صوت رو به نام چی یاد میکنن؟ به نام موج صوتی یاد میکنن، یا امواج صوتی یاد میکنن. دیگه در فیزیک صوت یک سلسله اصطلاحات یا مفاهیمی وجود داره که باید شما به اونا آشنایی داشته باشیم، از جمله امپلیتیوت صوت، فریکونسی صوت، ارتز، اینا رو باید شما به اینا آشنایی داشته باشیم. خود امپلیتیوت صوت چی هست؟ چی رو هم تعریف میکنیم امپلیتیوت صوت؟ تفاوت فشار بین مولکول ها در دو زون، در زون کامپریشن و ریفرکشن، به نام چی یاد میکنن؟ به نام امپلیتیوت صوت یاد میکنن. ببینیم شما در این زون، به این تصویر قبلی اگر سعی کنیم شما، این هست زون چی؟ ریفرکشن. این هست زون کامپریشن. در زون ریفرکشن، در شروع زون ریفرکشن فشار چیه؟ به حد اقل میباشه. در وسط زون کامپریشن فشار چیه؟ به حد اکثر رسید. اینجی موج اگر ببینیم رو به تصاعد یا صعود کردنه. از می حداقل تا حد اکثر همیر به نام چی یاد میکنن؟ به نام امپلیتیوت یاد میکنن. پس امپلیتیوت صوت چگونه تعریف میکنیم؟ میگیم تفاوت فشار بین مولکول ها در زون ریفرکشن و زون کمپریشن، اون میگیم امپلیتیوت. خیلی خوب، بعد از اینکه امپلیتیوت صوت رو فهمیدیم، باید فریکونسی صوت بفهمیم که چیه. تعداد ساهای کمپرکشن و ریفرکشن که در یک زمان معین در وسط تولید کنید، در وسط که بین منبع تولید صوت و گوش شخص شنونده وجود داره، همین تعداد ساهای کمپرکشن و ریفرکشن در فی واحد زمان به نام چی یاد میکنن؟ به نام فریکونسی صوت یاد میکنن. در حقیقت فریکونسی اهتزازات منبع تولید کننده صوت رو به نام فریکونسی صوت یاد میکنن، که در اصطلاح واضح تر همون تعداد ذات کامپریشن و ریفرکشن در یک زمان معینه که ایجاد میشه، به این میگن فریکونسی صوت. هرتز چی هست؟ خب قبل از اینکه هرتز ما بفهمیم، بعد سیکل بفهمیم. مجموعه یک زون کامپریشن و یک زون ریفرکشن به نام سیکل یاد میکنن. تعداد سیکل هایی که در یک ثانیه شکل میگیره به زو هرتز یاد میکنم. تکرار میکنم. تعداد سیکل هایی که در یک ثانیه شکل میگیره به زی میگن هرتز. در حقیقت هرتز چیه؟ واحد اندازه‌گیری فریکونسی صوت به نام هرتز یاد میکنم. هرتز واحد اندازه‌گیری فریکونسی صوت میباشه که به زی میگن هرتز. تعداد سیکل ها در یک ثانیه هم به نام هرتز یاد میشه. معمولا گفته هرگاه فریکونسی یک صوت بین 4 تا 1000 هرتز باشه، این فریکونسی قابل شنیدن هست، به حالت معمول قابل شنیدن هست، به خوبی قابل شنیدن. حتی گفته از رنج 20 هرتز تا 20000 هرتز سر هم ما میتونیم که بشنویم. حداقل 20 هرتز باشه، حداکثر 20. ولی رنج صوتی که به خوبی قابل شنیدن هست چند میباشه؟ بین 4000 تا 1000 هرتز سر ما میتونیم که به خوبی و به بهتری بهتر میتونیم که اون بشنویم. ببینیم
حالا سوال اینجایه که آیا فریکونسی امواج صوتی که به فریکونسی های مختلف تولید میشن توسط گوش چگونه اینا تشخیص داده میشه؟ برای از اینکه وارد این بحث باشیم، یک بار دیگه میریم به داخل الزون و الزون ساختمان آناتومیک الزون رو مطالعه میکنیم تا به ذهن شما دوباره تازه بشه موارد و بعدا میایم تشخیص فرکانسی صوت صحبت کنیم. ببینیم در این تصویر به اینجی در حقیقت ما الزونه که یک مقطع ارزانی از این میبینیم. این در حقیقت چی میباشه؟ امان وستیبول هست، یه قسمت اسکالا میدیا هست و یه قسمت هم اسکالا تیمپانی هست. در همین اسکالا میدیا ما گفتیم که سرحد بین اسکالا میدیا و اسکالا تیمپانی توسط یک قشایی به نام بزمن ممبران جدا شده. بروی بزمن ممبران ما گفتیم ارگان آف کورتی وجود داره. حالا ببینیم همین خود الزون در قسمت قاعدوی که هسته، بزمن ممبران در قسمت قاعدوی که در مقطع در موقعیت ابتدایی قرار داره، در اینجا استناد بیشتری داره بزمن ممبران، چون محل استناد عمدتاً از قاعده شروع میشه دیگه. بعد از قسمت قاعده استناد از بیشتر تره. در قسمت متوسط استناد متوسط داره، در قسمت ذروه حداقل استناد داره. بنابراین امواج صوتی که فرکانسی کمر دارن اینا توانه اینه دارن که قسمت قاعده و قسمت متوسط بزمن ممبران در حقیقت به ارتعاش در بیارن، تحریک بکنن. اینا چیکار میکنن؟ امواج با فرکانسی پایین صرفا قسمت از ذروه میتونن که تحریک بکنن. امواج صوتی با فرکانسی متوسط این قسمت های متوسط میتونن که تحریک کنن و امواج با فرکانسی شدید معمولا اینا توانایی دارن که چیکار بکنن؟ بزمن ممبران در حقیقت در قسمت قاعده هم به تموج در بیارن یا به اهتزاز در بیارن و تحریک ایجاد بکنن. بنابراین نظر به نوع فرکانسی میتونه که الزون تشخیص بده که آیا این فرکانسی از شدید هست، متوسط هست یا کمی باشه. که امی قدرت تشخیص امواج فرکانسی های مختلفه سایدی توسط الزون به این میگن پلیس پرینسیپل یاد میشه یا قاعده مکانی. گفته صداهای با صدای بلند که هسته امپلیتیود اعتزازات قشای قاعدوی و ارسل ها نیز افزایش پیدا میکنه. در حقیقت با صدای بلند هست که ارسل های مشخصی وجود داره که چکار میشه؟ تنبیه میشه. که در حقیقت تشخیص بلندی صدا هم توسط ارسل ها صورت میگیره. ارسل های مشخصی وجود داره که با صداهای بلند تحریک میشن و ارسل های مشخصی وجود داره که با صداهای کم تحریک میشن. پس نوع ارسل ها هم در تشخیص بلندی صدا میتونه که اهمیت داشته باشه. پس بعدی ما تشخیص جهت منبع صوت میباشه. آیا چگونه ما میتونیم منبع صوت رو مشخص کنیم که همین صوتی که ما میشنویم از کدام در حقیقت مرجع آمده، از کدام منبع به گوش ما رسیده؟ اولا بس تفاوت فاصله زمانی دخول صوت تر یک گوش تا گوش دیگه، ای از جمله عواملی که در تشخیص صوت کمک میکنه. دیگه تفاوت بین شدت صوت در دو گوش، ای هم دومین عاملیه که در تشخیص جهت منبع صوت میتونه کمک کننده باشه. به چی معنی؟ ببینیم، فرض بکنیم من در یک استقامت قرار دارم، منبع صوت به سمت راست ما واقع شده. امواج صوتی که از این منبع صوت میایه ابتدا به کدام گوش میرسه؟ واضحه که ابتدا به گوش راست میمیه، بعدن به گوش چپ میرسه، داخل میشه، وارد میشه. بنابراین این فاصله زمانی که امواج صوتی به گوش رسید مر کمک میکنه که بتونم به هر گوشی که ابتدا صوت وارد شد من منبع صوت در همون جهت فرض بکنم. پس این شد
فاصله زمانی. دیگه تفاوت بین شدت سایت در دو گوش، در گوش فرض بکنیم منبع سایت به سمت راست قرار داره، در گوش سمت راست موج صوتی که وارد میشه شدت بیشتری داره تا اینکه موج صوتی که به گوش چپ وارد میشه، چون سر به عنوان یک مانع در این وسط قرار گرفته شده که مانع شدت صوت میشه. بنابراین دومین عامل برای تشخیص جهت منبع صوت چی شد؟ شدت صوت میباشه. یک موضوع هم باید متصور باشیم و به ذهن خوب بسپاریم، اینه که از طریق عظم تمپورال و استخوان‌هایی که در رأس و وجه وجود داره هم یک مقدار امواج صوتی میتونه که به گوش داخلی انتقال پیدا بکنه. برای تشخیص از این که آیا این امواج صوتی از طریق عظام انتقال پیدا میکنه نه، میتونیم ما از یک تونینگ فورک یا چنگال صوتی استفاده بکنیم. تونینگ فورک چی رقم شکل چنگال را داره میباشه؟ وقتی که این تونینگ فورک ما به اهتزاز در بیاریم، در واقع چه کار میکنه؟ یعنی تونینگ فورک وقتی که اهتزاز در بیاریم به رعشه میایه در حقیقت خودمو باشلاهایی که در همی فورک یا چنگال وجود داری، باشله های چنگال اینا به اهتزاز در میه. ایر که ما وقتی به اهتزاز در آوردیم بگذاریم برو خود عزم صدقی و یا عزم تمپورال قرار بدیم یا عزم مستوید قرار بدیم، در این حالت ما اهتزازات میتونیم که بشنویم. از این جی ما به این نتیجه میرسیم که خود استخوان ها هم در انتقال امواج صوتی میتونن که سم بگیرن. البته یک گپ متوجه باشیم که این همواج صوتی که ما میگیم میتونیم توسط گوش داخلی تفکیک بکنیم با تونینگ فورک تنها امکان پذیره، چون گفته حتی همواج صوتی هر قدر شدید هم باشه در صورتی که مسیر شنوایی که مجرای سم خارجی گوش خارجی یا پرده گوش و عظام اگر مشکل داشته باشه، همواج صوتی هر قدر هم که شدید باشه تا زمانی که این امواج صوتی تبدیل به امواج میخانیکی نشه، گوش توانایی درک از این صدا از طریق استخوان ها رو دارا نمیباشه. ولی این که امواج صوتی تبدیل به امواج میخانیکی بشه مثل تونینگ فورکی که ما از استفاده میکنیم یا سمعکی که از او یا امو در حقیقت آله ای که افرادی که کری شنوایی دارن اینا استفاده میکنن، سمحق یا گوشکی، گوشکی هم دقیقت کاری که میکنه امواج صوتی تبدیل میکنه به امواج میخانیکی بالای از مصدقی و در نهایت شخص میشه که امواج میتونه که صوت بشنه. بنابراین امواج صوتی در فضای آزاد هر قدر هم قوی باشن نمیتونن که باعث تحریک آخذای شنوایی در گوش داخلی باشن، مگر اینکه این امواج صوتی تبدیل به امواج میخانیکی بشن. بس از فیزیک صوت هم ما در این جیبه خاتمه میدیم. میمونه بس کری ها که این کری ها ما در جلسه بعد مورد بحث قرار میدیم. اگر ما بیایم جنبندی بکنیم از درس هایی که امروز خواندیم، ابتدا ما تعریف صوت رو فهمیدیم. صوت در حقیقت چیه؟ صوت از اهتزاز مولکول های موجود در یک وسط به وجود میه در خلاص دویدیم. دیگه ما امپلیتیود رو فهمیدیم که گفته شد که در حقیقت تفاوت فشار بین دو زون کمپریشن و ریفرکشن به نام چه میکردیم؟ به نام امپلیتیود یاد میکردیم. هرتز فهمیدیم که گفتیم تعداد سیکل هایی که در یک سری اتفاق میفته این به نام هرتز یاد میکنیم. واید اندازه گیری فرکانسی صوت هم هرتز میباشه. دیگه چیزی که ما و شما در این جلسه آموختیم بس هرتز هم بود و دیگه در رابطه به تشخیص فریکونسی صوت وسط گوش، این هم ما بخوندیم که در قد امواج صوتی که فریکونسی بالایی دارن
بیشتر باعث تحریک قاعده بزن منبران میشن، اونهایی که متوسط هم رسبت متوسط و اونهایی که ضعیف هم رسبت زوربه بزن منبران در حقیقت میتونن که چکار کنن تحریک بکنن. دیگه تشخیص منبع سویتر خواندیم، گفتیم که این تشخیص منبع سویت بستگی داره به زمان ورود سویت به گوش، به هر گوشی که ابتدا وارد بشه ما میتونیم که منبع سویت در امروز جهت فرض بکنیم و به شدت سویت گفتیم بستگی داره، که ما گفتیم به هر گوشی که به طرف منبع سویت نزدیکتر باشه شدت موج سویتی در گوش بالاتر و ما میتونیم که موج سویت در ابتدا در امروز هم فرض بکنیم و منبع سویت در امروز جهت شناسایی بکنیم. این بود از درس امروز این جلسه و تا به جلسه بعد شما ازار خدای کریم و رحیم بسپارید.